اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه در دوره ابتدایی درس میخواندیم در کلاس درس بالای تخت سیاه عکس بزرگی از محمد رضا شاه بود که زیر آن نوشته بود شاه سایه خداست و هر وقت سرمان را روی میز بلند میکردیم تا مطالب روی تخته را در دفتر مشقمان بنویسیم ناخداگاه در ذهن و زمیرمان حک میشد شاه سایه خداست در بعضی کلاسها هم در کنار عکس شاه خدا شاه میهن را نوشته بودند و این جملات به همراه سرود شاهنشاهی شاهنشاه ما زنده بادا که در برنامه صبحگاه خوانده میشد دائما ما را با نام و یاد شاه همدم و همراه میکرد چهارم آبان 1350 روز تولد محمد رضا شاه بعضی خانواده ها کوچه های محله من را با تصاویر شاه و پرشمهای بزرگ و کوچک آزین بسته بودند. گرگومیش غروب بود و کوچه خلوت. دیدم عکس بزرگ سیاه و سفید شاه که به یک چارچوب چوبی میخ شده بود بر اثر وزش باد بر روی زمین افتاده و نصف صورت تصویر سایه خدا گلالود و قسمتی از آن پاره شده بود عکس را با احترام برداشتم گوشه دیوار گذاشتم اما ترس عجیبی به جانم نشست گفتم نکند یکی از همسایه ها مرا دیده باشد و فکر کند من عکس را پاره کردم و زمین انداختم ترکیبی از دلهوره و ترس و نگرانی در جانم نشست چند روزی دلم شور میزد دائما من با خودم تکرار می کردم نکند کسی دیده باشد و راپورت مرا داده باشد. دوران کودکی تمام شد ما هم بزرگ و نوجوان شدیم و جامعه هم عوض شد و شاه سقوط کرد و مردم رفتنش را جش گرفتند و شادمان بودند. فهمیدیم که سایه خدا والا حضرت و غیره تعارف بیش نیست. این گونه تشخص ساختن برای همه اخشار و برای همیشه کاربرد ندارد. به عبارتی نظام های غیر انتخاباتی و غیر دموکراتیک نمی توانند با این شعارها برای همه زمانها بمانند و سرانجام مجبورند یا به رأی مردم تندهند و یا با نیز مردم را ساکت کرده و حکومت کنند. بعدها خواندیم و یاد گرفتیم در جهان مدرن و انسان پیش از پیش آگاه امروز دو نوع حکومت بیشتر وجود ندارد. یکی دموکراتیک که با انتخابات و اصلاحات دائمی به حیات خود ادامه می دهد و عمر این نوع حکومت ها دائمی است نه حاکمیت و حکمرانانشان. دیگری حکومت های غیر با حاکمان مادام العمر که با تکیه بر پول و تبلیغات و سرنزی میخواهند بر جامعه تسلط دائمی داشته باشند. حکومت های نوع دوم عمرشان کوتاه است و باید همیشه منتظر تقیان و اعتراض توده مردم شورش ها و انقلاب نسل نو باشند. در این عمر 50 60 ساله با چشم خود دیدم که صدام، مبارک، قذافی و غیره با تکیه بر نیزه زور و ارعاب چنین سحنوشت های شومی را برای خود و ملت هایشان رقم زدند. حکومت های بدون پشتیبانی و رأی مردم هر دم احتمال سقوطشان هست. به گفته یه بزرگی به نیزه می توان تکیه کرد اما بر روی آن نمی نشست. گروه مقابل گروه مقابل یه برنامه برای آینده کشور داره یه پازل داره. یه قطعه اصلی اون پازل اون کسی که اینا میخوان تو این انتخابات بیارن بیرون یه فرد خاصی دارن به هر قیمت میخوان اونو بیارن بیرون ولو ده بار مردم رای ند اونا میگن فرصت خوبیه این کرونا آمارش که میره بالا برگزار میکنیم انتخابات دیگه این نارضایتی مردم و عدم مشارکت مردم دیده نمیشه میگه کرونا بوده دیگه تو این شرایط خیلی خوبه قابل قبوله به شما بگم اینا همه رو میذارن کنار جز نفرات خودش. به بعضی گفتن نیا 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 من به نظرم میرسه به آیت الله رئیسی هم میگن نیا ممکن حالا آقای رئیسی فردا خودش بیاد بگه من کاندید نیستم فلان اینا میدونیم موضوع چیه به اونم نیا چرا همه رو کنار بذار کنار, کنار برای اینکه اون فرد خاص باید رأی بیاره اینا بخوان انتخاب ها زود گذاشت که تو همین فضای کرونا کارشونو بکنن یعنی دو طرف تو بالا بردن جو کرونا و تحت فشار گذاشتن مردم شریکن هر کدوم سهم رو میبره و هر دو در کنار گذاشتن مردم شد. سفیر اسرائیل در ایالات متحده در مصاحبه ای گفت که اسرائیل مخالفتی ندارد با اینکه ایالات متحده و دیگر قدرت های بزرگ با حکومت اسلامی ایران به توافق برسند بلکه نگرانی اسرائیلان است که مبادا توافقهایی به دست آید که امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد و این کشور حق دارد از امنیت سرزمین و شهروندان خود دفاع کند گیلاد اردان که علاوه بر سفارت اسرائیل در واشنگتن سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز محسوب می شود در یک مصاحبه رادیویی گفت که دولت ایالات متحده نیز این حق اسرائیل در دفاع از امنیت خود را میپذیرد و به آن احترام میگذارد او گفت دولت ایالات متحده این اصل را میپذیرد و به آن احترام میگذارد که اسرائیل حق دارد در دفاع از امنیت خود به اقدامات ضروری دست بزند و از آزادی عمل در این زمینه برخوردار باشد با این همه وی تأکید کرد که اسرائیل میکوشد در عملیات و تصمیم گیری های خود و حد اکثر هماهنگی با دولت واشنگتن برسد این سخنان در حالی بیان می شود که بلندپایگان سیاسی و امنیتی اسرائیل و از جمله شخص نتانیاهو گفتند که اگر امنیت اسرائیل به صورت جدی به خطر افتد این کشور به اقدامات مستقل خود دست خواهد زد اسرائیل به طور اصولی همیشه برای تامین امنیت کشور و شهروندان آن فقط به نیروهای خود متکی بوده و همیشه پیشنهاد مساعدت جنگی از سوی کشورهای دیگر و از حمله ایالات متحده را رد کرده است گیلادردان در ادامه سخنان خود گفت که اختلاف نظر اسرائیل و ایالات متحده بر سر اصول و هدفها نیست بلکه بحث بین آنها برای نکته متمرکز است که چگونه و با چه شیوهی میتوان به این هدفها دست یافت سفیر اسرائیل در ایالات متحده در ادامه گفت که بستران است که ایالات متحده میخواهد برخی از تحریم ها علیه رژیم ایران را برشیند و به توافقی بازگردد که از ابتدا یک توافق بد بوده است یادآوری میشود که اسرائیل از شش سال پیش که توافق اتمی موسوم به برجام در دست تهیه بود قاطعانه اعلام کرد که این یک توافق بد است و رژیم ایران میتواند در پوشش آن به برنامه های اتمی ادامه دهد شوربختانه این ارزیابی نخست وزیر اسرائیل به واقعیت پیوست و رژیم ایران در این 6 سال گام های بلندتری در راه نزدیک شدن به بمب هسته ای برداشته است گیل آد اردان گفت که نگرانی اسرائیل از بازگشت های آمریکا به چنین پیمانی است که کاسته های بسیار و خطرناک امنیتی زیادی دارد سفیر اسرائیل همچنین در یک پیام ویدیویی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت توضیح داد که به اعضای شورای امنیت نیز گفته است که اسرائیل در خاورمیانه و جهان از وضع خاصی برخوردار است و اسرائیل یکان کشور جهان است که رژیم ایران علنا آن را به نابودی تهدید می کند. اردان گفت این برای اسرائیل یک خطر موجودیتی محسوب می شود و به همین جهت نیز هست که اسرائیل خود را به هیچ قراردادی که امنیت این کشور را به خطر می اندازد پای بند نمی دارد و من این امر را به آگاهی کشورهای عضو شورای امنیت نیز رساندم. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.